فصل دوم. پس قبل از هر چیز تأکید میکنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و سپاسها برای همه مردم، برای پادشاهان و همه اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد، تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در کمال خدا ترسی و سرافرازی به سر بریم. زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل از همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح، که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید. و به خاطر این است که من به سمت گوینده و رسول و معلم ملت‌ها در تعلیم ایمان و حقیقت منصوب شدم. حقیقت را بیان می‌کنم و دروغ نمی‌گویم. آرزو دارم که مردان در همه جا بدون خشم و نزاع دست‌های مقدس خود را بلند کرده دعا نمایند. و همچنین می‌خواهم زنان خود را به طور آبرومند و معقول و با لباس‌های مناسب بیارایند، نه با آرایش گیسوان و یا زیورهای طلا و جواهرات و لباس‌های گران قیمت، بلکه آنها باید خود را با اعمال نیکو بیارایند، آنچنان که زیبنده زنانی است که ادعای خداپرستی دارند. زنان باید در سکوت و کمال فروتنی تعلیم بگیرند. من به زنی اجازه نمی‌دهم که تعلیم دهد و یا بر مردان حکومت کند. زنان باید ساکت باشند، زیرا اول آدم آفریده شد و بعد حوا، و آدم نبود که فریب خورد، بلکه زن فریب خورد و قانون الهی را شکست. اما اگر زنان با فروتنی در ایمان و محبت و پاکی جد و جهد کنند، با آوردن فرزندان به این دنیا نجات خواهند یافت.